سرخط خبرها. زلزله‌ای به بزرگی 7 در ترکیه و یونان. 20 ساختمان در ازمیر فرو ریخته، دست کم 4 نفر کشته شدند. اطلاعات جدید پلیس فرانسه از عامل حمله مرگبار به کلیسا در نیس. مهاجم تونسی حدود 1 ماه پیش وارد اروپا شده بود. چوب حراج آمریکا به بنزین توقیفی ایران. واشنگتن درآمد فروش این محموله را به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم می‌دهد. و پیشبینی احتمال قیام در اولین سالگرد اعتراض‌های خونین آبان در ایران. ابوالفضل قدیانی از منتقدان سیاسی می‌گوید جمهوری اسلامی اصلاح شدنی نیست. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. اجازه بدید که برنامه را با خبری فوری از ترکیه آغاز کنیم. زلزله‌ای به بزرگی 7 غرب ترکیه و جزایر ساموس در یونان را لرزانده. گزارش شده که این زمین لرزه سبب سونامی خفیفی در بخشی از سواحل دریای اژه شده. کانون زلزله که در 17 کیلومتری ازمیر سومین شهر پرجمعیت ترکیه بوده، اما لرزش اون در استانبول و آتن پایتخت یونان هم احساس شده. اینها تصاویر هست از ازمیر ترکیه. شهردار ازمیر گفته دست کم 20 ساختمان در استان ازمیر خراب شدند و عده‌ای که تعدادشون رو ذکر نکرده زیر آوار رفتن. آماری که فعلا منتشر شده 4 کشته هست و 120 زخمی. تصاویری که منتشر شده همونطور که میبینید این تصاویر زنده نیستند، تصاویر از دقایقی قبل هست که مردم به خیابان آمدند. در جزیره ساموس یونان هم با 45,000 نفر جمعیت از مردم خواسته شده که از ساحل فاصله بگیرند. شماری از خانه ها در ساموس هم تخریب شده. البته این تصاویری که الان میبینیم از ازمیر هست. شمار کشته ها در ترکیه تا کنون 4 نفر گزارش شده. شهردار ازمیر گفته 20 ساختمان در این استان خراب شده. مقام های دیگر ترکیه هم تایید کردند که شماری از ساختمان های تخریب شده، شماری از مردم در این ساختمان ها گیر افتادند. این زلزله کانونش در 17 کیلومتری ازمیر و عمق 10 کیلومتری گزارش شده در دریای اژه. در استانبول پرجمعیت ترین شهر ترکیه و آتن پایتخت یونان هم این زلزله قوی احساس شده، این زلزله 7 درجه. و مردم همونطور که گفتیم در شهر توریستی ازمیر به خیابان آمدن. مردم از مردم خواسته شده که با وسایل شخصی در خیابون نرن و راه رو برای امداد رسانی باز بگذارن. در ماه‌های اخیر، در سال‌های اخیر ترکیه شاهد حملات زلزله‌های اینچنین بوده. مرگبارترین زلزله‌های اخیر ترکیه در سال 2018، 2017، در سپتامبر 2017، در سال 2016 2 تا زلزله مرگبار دیگر هم در ترکیه بوده. ترکیه روی کمربند زلزله قرار داره و بارها زلزله های شدیدی همونطور که گفتم در اون ثبت شده. زلزله بزرگ قبلی به بزرگی 7.4 باعث مرگ 17,000 نفر شد که در استانبول بودند. این زلزله البته 21 سال پیش اتفاق افتاده. به حال یک ساکن ایرانی ساکن ازمیر از طریق خط تلفن با ما در ارتباط هستن. بیشتر به ما بگید که در زمان زلزله شما کجا بودید و الان اونجا چه میگذره خانم حاله؟ سلام و خسته نباشید. من در زمان زلزله توی راه پله یک اداره بودم که کارم تموم شده بود، داداشم برمیگشتم. اولش متوجه نشدم و فکر کردم که شاید خودم حالم بد شده و سرگیجه دارم، ولی شدت زلزله اونقدر زیاد بود که صدای جیغ و داد و تکون خوردن‌های مداوم. من تنها کاری که تونستم بکنم اینه که این بود که بتونم نرده ها رو بگیرم و بشینم روی پله، چون دقیقا داشتم با سر از پله ها می افتادم پایین و خیلی شدید بود. مردم به شدت جیغ و داد می‌کردن و سعی کردن که از ساختمون دور بشن و بیان بیرون. الان کجا هستید؟ من الان کنار خونمون یه پارک هست که مردم جمع شدن. تقریبا میشه گفت از لحظه که زلزله تموم شد و من تونستم برسم به خونه، تمام
راهای ارتباطی قطع شد و من هر چقدر سعی کردم با خانواده تماس بگیرم اصلا تلفن عادی موفق نشدم، به سختی گرفتم بعد از بارها تماس و خطهای ترکیه انگار دچار مشکل شده، من فقط تونستم از اینترنت ارتباط برقرار کنم. خودم رو رسوندم خونه و توی مسیر ترافیک خیلی خیلی شدید، مردم همه اومدن بیرون، همین الان توی پارک حتی چادر زدن با ساک اومدن و خیلی خیلی وحشتناک و ترسناک بود. مدت زلزله. زمانی که شما حس کردید زلزله رو تقریبا چقدر بود فکر میکنید؟ من به برآوردی که توی ذهنم هست 45 تا 50 ثانیه این زلزله طول کشید. اولش خیلی آرومتر بود ولی به سرعت خیلی شدتش رفت بالا و واقعا خیلی برای من که بارها و بارها زلزله رو تجربه کردم این دفعه خیلی متفاوت بود. بارهای قبل هم شما زلزله رو در ترکیه تجربه کردید و اگر آره تفاوت این بار چیه با دفعات قبل فکر میکنید؟ من تقریبا میشه گفت ما یه جوری عادت کردیم به این زلزله ها. توی 2 سالی که در ترکیه بودم بارها و بارها زلزله ها رو من شاهد بودم و یه جورایی من خودم وقتی زلزله میشه دیگه فکر میکنم که چند ثانیه است به سریع رد میشه و همه فکر میکنن که دیگه لازم نیست که حتی تکون بخورن. این دفعه خیلی متفاوت بود و خیلی طول تفاوتش طولانی بودن و شدتش بود، شدتش کاملا به وضوح همه چی تکون میخورد و خیلی خیلی شدت متفاوتی داشت و زمان خیلی طولانی رو ما سپری کردیم توی این زلزله. با توجه به اینکه میگین زلزله در ترکیه بارها اتفاق افتاده در طول سالهای گذشته، آموزش لازم رو مردم دیدن برای چنین مواقعی؟ نه متاسفانه. من اتفاقا چند دقیقه پیش داشتم با بعضی از دوستانم توی پارک نشستیم و داشتم صحبت میکردیم که چه کاری باید انجام بدیم. خیلی ها میگفتن که بریم گوشه کنج اون در واقع ساختمون اتاق و یه نفر میگفت که نه من شنیدم که اون بدتره و دقیقا اول اونجا میریزه، یه عده میگفتن که نه باید بریم زیر میز و واقعا حقیقتا من خودم الان نمیدونم که توی همچین اتفاقی باید چی کار کنم. مثلا من تو راپله تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که نرده رو بگیرم و بشینم که این رد بشه، چون دیدم دارم با سر میام پایین و نمیدونم واقعا هیچ آموزشی انجام نشده با توجه به اینکه مرتب توی ازمیر و شهرهای اطرافش مانیسا همش زلزله میشه. یعنی حداقل میشه گفت ما چندین بار سالی چندین بار زلزله رو متوجه میشیم و شاهدیم. جایی که شما الان هستید شاهد تخریب هستید؟ نه اینجا نه، هیچ تخریب اتفاق نیفتاده، چون من در واقع در کنار ازمیر هستم، خود ازمیر نیستیم و یه فاصله ای داریم با ازمیر. اینجا تخریبی توی محله‌ای که من هستم تخریب اتفاق نیفتاد. متشکرم از شما خانم حاله که با ما صحبت کردید. یکی از شهروندان ازمیر بودن، از مشاهدات خودشون در مورد این زلزله به ما میگفت. زلزله شدیدی که به بزرگی اون رو منابع مختلف 7 گزارش کردن، سواحل غربی ترکیه و جزایر ساموس در یونان رو هم لرزانده. شمار کشته ها در ترکیه تا حالا 4 نفر و زخمی ها بیش از 20 نفر گزارش شده. شهردار ازمیر گفته که 20 ساختمان در این استان خراب شده و مقام های دیگر ترکیه هم گفتن شماری در ساختمان های تخریب شده گیر افتادن. در ادامه برنامه باز هم با اطلاعاتی که همینطور به روز میشه با شما خواهیم بود در مورد این خبر در ازمیر ترکیه. و اجازه بدید برنامه رو فعلا با دیگر خبرها پی بگیریم. در پی حمله مرگبار به کلیسایی در شهر نیس فرانسه، سطح هشدار در این کشور به بالاترین حد رسیده. هزاران نیروی ارتش و پلیس برای حفاظت از مدارس و نیایشگاه‌ها اعزام شدند. هویت مهاجم ابراهیم اویسایی اعلام شده، مردی 21 ساله اهل تونس که تنها چند روز قبل از حمله به فرانسه رفته بود. رهبران جهان این حمله را که به مرگ 3 نفر منجر شد محکوم کردند، از جمله تعدادی از رهبران کشورهای اسلامی. بارون عباس گزارش می‌دهد. نیس، یک روز بعد از حمله مرگبار، صحنه‌های آشنا در کشوری که بارها هدف نفرت اسلامگرایان تند را قرار گرفته. شمع‌ها و حلقه‌های گل این بار مقابل کلیسای نوتردام، نقطه پایان برای 3 نفری که تنها گناهشان حضور در این مکان نیایش بود. مهاجم ابراهیم اویسایی 21 ساله اهل تونس. این عکس او در دست مادرش. خانواده ای عزادار و شرمسار هزاران کیلومتر دورتر از آنچه در نیس رخ داد. به ما گفته بود میره فرانسه کار کنه. گفته بود نیروی کار تو ایتالیا زیاده و فرانسه برای کار بهتره.
پلیس میگوید مهاجم 40 روز پیش از تونس از راه بندر لامپدوسا در ایتالیا پا به اروپا گذاشت و تنها چند روز قبل از حمله به فرانسه رفت. بنابر گزارش‌ها حدود ساعت 8:30 صبح وارد کلیسای نوتردام در نیس شد با 3 چاقو و 1 جلد قرآن، در حالی که الله اکبر میگفت. در حمله‌ای که نیم ساعت طول کشید با ضربات چاقو 3 نفر را به قتل رساند. وینسنت لوک 55 ساله، خادم کلیسا، جسدش با گلوی بریده داخل نوتردام پیدا شد. دیگری زنی 60 ساله، او هم گلویش تا مرز جدا شدن سر از بدن بریده شده بود. و دیگری زنی برزیلی 44 ساله، مادر 3 فرزند، چند بار چاقو خورده بود. موفق به فرار از کلیسا شد، در میخانه‌ای در همان نزدیکی جان باخت. آخرین کلماتش: به فرزندانم بگویید دوستشان دارم. بعد از رسیدن پلیس و خودداری از تسلیم شدن، مهاجم چند بار هدف گلوله‌های پلیس قرار گرفت و فعلا با حال وخیم در بیمارستان است، در حمله‌ای که فرانسه تروریستی خوانده. دادستانی پرونده‌ای به جریان انداخته با اتهامات زیر: ترور در ارتباط با یک سازمان تروریستی، اقدام به ترور در ارتباط با یک سازمان تروریستی و تشکیل نهادی غیرقانونی به هدف ارتکاب جنایات تروریستی علیه مردم. جهان یک صدا در محکوم کردن این حادثه، از رهبران بریتانیا، ایتالیا و کانادا تا پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. ما با مردم فرانسه ابراز همدردی میکنیم. آمریکا در کنار قدیمی‌ترین متحدش در این نبرد ایستاده است. حمله‌های تروریستی اسلام‌گرایان تندرو باید فوراً متوقف شود. هیچ کشوری، چه فرانسه و چه دیگر کشورها، نمی‌تواند در دراز مدت این وضعیت را تحمل کند. همزمان سخنانی در محکومیت حمله از رهبران سیاسی خاورمیانه. از ترکیه که این روزها درگیر دعوای سیاسی با رئیس جمهوری فرانسه شده تا مصر و ایران. باید بدانیم که افرادگرایی تنها افرادگرایی بیشتر به همراه می آورد و نمی توان از طریق اقدامات تحریک‌آمیز به صلح دست یافت. سطح هشدار حالا در فرانسه به حد اکثر رسیده. هزاران نیروی ارتش و پلیس در حال نگهبانی از مدارس و مکان‌های مذهبی. شهری در سوگ و محلی برای نیایش که حالا نامش با قتل 3 بیگناه گره خورده. باران عباسی، بی بی سی. همزمان گزارش‌ها در ایران از مسدود شدن صفحه رسمی اینستاگرام آیت الله علی خامنه‌ای به زبان فرانسه حکایت دارد. رسانه‌ها در ایران می‌گویند پس از مسدود شدن این صفحه، یک صفحه دیگر جایگزین آن شده. آیت الله خامنه‌ای 2 روز پیش در پیامی به جوانان فرانسه از آنها خواسته بود تا از رئیس جمهوری خود بپرسند چرا اهانت به پیامبر اسلام آزاد است اما بیان تردید درباره هولوکاست ممنوع. دولت آمریکا میگوید بیش از 1 میلیون بشکه بنزین را که از 4 کشتی توقیف کرده بود فروخته و بیشتر درآمد حاصل از آن را به صندوقی واریز خواهد کرد که از خانواده‌های قربانیان تروریسم حمایت می‌کند. مقام‌های آمریکایی میگویند ارزش این محموله بیش از 40 میلیون دلار است. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. تابستان امسال دولت آمریکا اعلام کرد که محموله‌های بنزین ایران در 4 نفتکش عازم ونزوئلا را توقیف کرده. توقیفی که با استناد به نقض قانون تحریم‌های آمریکا و با دستور یک قاضی در واشنگتن انجام شد. حالا آمریکا می‌گوید که بیش از 1 میلیون بشکه بنزین ایران را فروخته و می‌خواهد پولش را به صندوق ویژه حمایت از خانواده قربانیان حملات تروریستی واریز کند. دادگاه‌های آمریکا در پرونده‌های متعددی جمهوری اسلامی را در چنین حملاتی مجرم شناخته و به پرداخت غرامت محکوم کردند. غرامتی که تاکنون پرداخت نشده. تنها 1 نمونه آن مربوط به این بمب‌گذاری سال 1996 میلادی در عربستان است. 19 نفر از کارکنان نیروی هوایی آمریکا در آن جان باختند. جمهوری اسلامی به پرداخت 879 میلیون دلار محکوم است. بیش از 20 برابر آنچه از فروش بنزین توقیفی حاصل می شود. پول حاصل از فروش این محموله ها حالا در جایی به مراتب بهتر از آنچه حکومت های ایران یا ونزوئلا تصور می کردند هزینه خواهد شد. چرا که صرف کمک به قربانیان تروریسم به جای عاملان چنین اقداماتی خواهد شد. زمانی که این محموله ها توقیف شد، مالکیت آنها جنجال ساز شد.
مردم ما بعضی وقتا من دیدم زیاد بحث کردن که ما مثل اینکه بنزین خیراتی به ونزوئلا دادیم. نه. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران همان زمان گفت که کشتی ها و محموله هایشان متعلق به ایران نیست، بلکه محموله بنزین فروخته شده به ونزوئلا بوده. کشتی ها را شرکتی یونانی مدیریت می کرده، اما مقام های امریکایی می گویند که یک تاجر ایرانی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت ماجرای ارسال بنزین به ونزوئلا بوده. ونزوئلا هم مانند ایران تحت تحریم های امریکاست و واشنگتن فروش بنزین ایران به ونزوئلا را مصداق نقض تحریم های بین المللی می داند. بنزینی که امریکا می گوید ونزوئلا در ازایش طلا به ایران می دهد. A 59 nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. دو سال پیش دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا در آستانه سقوط بود. اما امروز مادورو هنوز در قدرت است. در این مدت گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد ایران احتمالاً از دولت مادورو حمایت اقتصادی و نظامی کرده. یکی از آخرین نمونه‌هایش ارسال دارو به این کشور است. گواهش این گزارش شبکه اسپانیایی زبان جمهوری اسلامی که نشان می‌دهد در داروخانه‌های ونزوئلا داروهای ایرانی فروخته می‌شود، در حالی که بسیاری از اقلام دارویی در ایران کمیاب است و مسئولان ایرانی تحریم را علت اصلی آن می‌دانند. در ونزوئلا هم بیش از 20 سال است که حزب سوسیالیست در قدرت است. و اقتصاد این کشور با وجود برخورداری از ذخایر گسترده نفتی زمینگیر شده. رهبران حزب سوسیالیست ونزوئلا هم مشکلات اقتصادی را به تحریم‌های آمریکا پیوند می‌زنند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. و اجازه بدید برگردیم به خبر اول برنامه. زلزله‌ای به بزرگی 7 غرب ترکیه و جزایر ساموس رو در یونان لرزاند. کانون زلزله که در 17 کیلومتری ازمیر هست، سومین شهر پرجمعیت ترکیه، اما لرزش اون تا استانبول و آتن پایتخت یونان هم احساس شده. تا حالا گفته میشه که در این آماری که تا حالا منتشر شده 4 نفر کشته شدن، 120 نفر زخمی شدن. شهردار ازمیر گفته که دست کم 20 ساختمان در این استان تخریب شدن و عده‌ای هم زیر آوار موندن، و ولی فعلا آمار جدیدی از تلفات یا زخمی های تازه منتشر نشده. 4 کشته، 120 زخمی. چند مقام دولت ترکیه خسارت ها رو البته کمتر از این برآورد کردن و گفتن زلزله 6.6 بوده بزرگی این زلزله. گزارش شده که این زمین لرزه سبب سونامی خفیفی هم در برخی از شهرهای ساحلی دریای اژه شده. اینها هم تصاویری که می‌بینید تصاویر هست از ازمیر، شهری که به نظر میاد در این زلزله بیشترین آسیب رو دیده. در دیگر شهرها، در استانبول و آتن هم حتی به خاطر بزرگی این زلزله رو احساس کردن مردم. و همونطوری که با یکی از ساکنان ایرانی ازمیر داشتیم صحبت می‌کردیم، مردم بسیار وحشت زده هستن و شاید به اندازه کافی هم به مردم آموزش هایی که لازم هست در مواقع زلزله باید چه کار بکنند با وجود زلزله خیز بودن ترکیه این شهروند میگفت داده نشده. شاید به همین دلیل آمار قربانیان ممکنه که بالا بره. و اجازه بدید که برنامه رو با دیگر خبرها پی بگیریم. ابوالفضل قدیانی از چهره های جنبش سبز در مقاله حکومت ایران را اصلاح ناپذیر خوانده. او آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را مسئول مشکلات کنونی ایران دانسته. در آستانه سالگرد اعتراض های مرگبار آبان و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی امیدشان به اصلاح نظام جمهوری اسلامی را از دست دادند. پرهام قبادی نگاهی کرده به دلایل اینکه چرا بعضی از ایجاد تغییر در حاکمیت فعلی دلسرد شدند و برخی دیگر از عاقبت تغییر نظام کنونی می‌ترسند. حدود 1 سال گذشت. اعتراض هایی که با سرکوب خونین خاموش شد. در آستانه سالگرد این تظاهرات و همچنین انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، صحبت از اصلاح یا تغییر نظام جمهوری اسلامی دوباره به میان آمده. گفتمانی شاید قدیمی اما با تغییراتی چشمگیر.
برخی که خود را زمانی در جبهه اصلاحات می دیدند، حالا به کل از اصلاح نظام جمهوری اسلامی دست شستند. ابوالفضل قدیانی از چهره های جنبش سبز در مقاله‌ای که دیروز در سایت کلمه منتشر کرد، معترضان را جان به لب رسیدگانی خوانده که به نوشته او به دستور مستقیم رهبر ایران کشته شدند. آقای قدیانی نوشته که تلاش برای اصلاح حکومت کاریست بیهوده. می توان گفت که تقریبا سرنوشت محتوم تمام حکومت های استبدادی است که توسط جنبش های اعتراضی مردم کنار گذاشته شوند، از جمله نظام استبدادی جمهوری اسلامی در ایران، چون این نظام اصلاح ناپذیر است و هرگز تن به اصلاح نخواهد داد و تمام راه های اصلاحی را مسدود و کشور را با بن‌بست روبرو کرده است. بنابراین دم از اصلاح نظام زدن جهد بی توفیق و آب در هاون کوبیدن است. امنیت رو رهبر ایران اعتراض ها را فتنه می خواند و در نظر او فتنه از کشتار بدتر است. این صحبت های آیت الله خامنه ای است دو هفته پیش از سرکوب مرگبار آبان پارسال. کشتار چیز بدی است، نامطلوبه، اما فتنه از او بدتره. خب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس بایستی نیروهایی که حافظ امنیت هستند آرایش لازم رو، نظم لازم رو برای مقابله با فتنه هم بگیرن، آمادگی های خودشون رو برای فتنه هم بایستی حفظ بکنن. عادی سازی خشونت و سرکوب حالا در برنامه های صبحگاهی هم جا باز کرده. بعد توضیح بدم خدمت تو که این کارو با سلاح جنگی انجام میدن، تفانسه، سلاح کمانی و توفنگ. اینجا بجرد افرادی که نظام ایران را اصلاح ناپذیر می دانند نمونه هایی از رفتار حاکمیت می آورند که طی دهه ها تغییر نکرده. برای مثال حقوق زنان. نمونه آخرش دستگیری دختری که بی حجاب در نجف آباد اصفهان دوچرخه سواری کرد. حق انتخاب نوع پوشش، از حقوق اولیه انسانی که نیمی از جمعیت ایران از آن محرومند. بعد از دهه ها مبارزه مدنی، نشانی از عقب نشینی جمهوری اسلامی در این زمینه دیده نمی شود. خانم آزادی اومده؟ شما برگشته؟ که بله، امام که فرمودن باید زنها با حجاب باشن، همه زنان را نگفتن. حرف بی خود، ما بودیم اون وقت، ما خبر داریم. در این حال، مسئله تورم و گرانی روزافزون بسیاری را دلسرد و ناامید کرده. نه دارو هست، نه موقعیت هست، هیچی نیست. حالا روزمونم خراب داره، میبینی دیگه. حالا روزم اینه که چشم ها بذارم رو هم بمیرم، مسئولای مملکت رو نبینم. اما گفتمان دیگر میگوید تحریم ها و تهدید های بیامان آمریکا باعث تقویت تندروها و تضعیف جامعه مدنی در ایران شده. میترسند عاقبت ایران مشابه عراق، سوریه، لیبی و مصر شود. در منطقه‌ای که به محض ناآرامی بلافاصله سر و کله نیروهای جهادی و اسلحه پیدا می شود. نگرانند امنیت و تمامیت ارضی ایران هدف نهایی یا نتیجه غیرقابل اجتناب تغییر نظام در ایران باشد. پرهام قبادی، بی بی سی. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی فعال و فعال ملی مذهبی از پاریس با ما هستن. آقای علیجانی، این که آقای قدیانی این حکومت رو اصلاح ناپذیر میخونند، این اصلاح ناپذیر بودن این حکومت فعلی یا حکومت اسلامی در ایران فکر میکنید؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، این بیان و سخن آقای قدیانی که نکات متعددی هم درش مطرح کردم، به گمان من صدای وجدان جمعی اکثریت مردم ایرانه، صدای بخش مهمی از فعالان سیاسی است که از اصلاحات صندوق محور به اون چی که آقای قدیانی جنبش تحول خواهی ملی میدونن رسیدن. ایشون در بیانیشون ابتدا اعتراضات آبان رو ادای دین کردن، من این رو میگم به سوال شما برمیگردم، و هم به کشته ها و هم به زندانیان اون پرداختن، دست پرمهرشون رو سر همه گرفتن، مثل مادر یا پدری که همه فرزندانشون میبینه. در بخش دوم بیانیشون ایشون یک تحلیل سیاسی از شرایط ارائه دادن که همین نکته است که شما اشاره کردین. ایشون میگن که به اصطلاح دنبال اصلاح نظام بودن آب در هاون کوبیدنه و جامعه مستعد یک جنبش و قیام ملی است و در فرصت
و شرایطی که فراهم بشه اینها خیابانها و میادین رو در تسخیر خودشون در خواهند آورد. جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره ولی زمانی دست به اصلاح میزنه که دیگه دیر شده و مردم این رو نمیپذیرن. بنابراین این تجربه ایشون هست از این نظام که خب مبتنی بر ولایت فقیه هست، دایره حکومت اسلامی رو داره. من نقد اون دوستانی رو که عزیزانی رو که گفتن جامعه‌ای که زورش نمیرسه اصلاحات بکنه چگونه انقلاب میخواد بکنه رو وارد نمیدونم، دقیق نمیدونم. این یه نگاه ایستا و مأیوس به سیاست و صحنه سیاست ایران هست. آقای قریانی هم نگفتن همین حالا مثلا مردم میریزن و حکومت رو تغییر میدن، ولی میگن جامعه مستعد این هست. تعابیری هم که ایشون به کار بردن جنبش جان به لب رسیدگان، نه میگن اغتشاش، نه میگن شورش کور، حتی این تعبیر رو دارن که این حق مسلم ملت است. یعنی اون چیزی که حضرات برای انرژی هستی به کار میبرن آقای قدیانی برای مردم به کار میبره. بنابراین حالا من یه تبصری هم روی این بحث آقای قدیانی دارم که درست است که جمهوری اسلامی اسلام ناپذیره، ولی در این توازن گوا وقتی که آقای قدیانی میگن یک قیام ملی، یک جنبش تحول‌خواهی ملی اتفاق میفته، در اونجا باز نیروهای اکثریت مردم که حتی رأی اعتراضی دادن به صندوق‌گرا بودن، در اون موقع ترجیحشون این که حکومت عقب رانده بشه. خب بعضی از این برخی از این اصلاحات اصلاحات ایدئولوژی هستند، ولی بعضی از این اصلاحات که شاید اصلا نشه حتی اونها رو شروع کرد، بحث فساد هست که این حکومت رو فرا گرفته و اون چقدر واقعا میشه دل به اصلاحات داد؟ ببینید من فکر نمی کنم دیگه جز معدودی تن کسی به خود اصلاحی نظام معتقد باشه. همه به گذار از این ساختاری که قانگاریای فساد گرفته، عادت و اعتیاد به سرکوب کرده، همه به گذار فکر میکنن. در بحث در انواع گذار هست که تنوع آرا پیش میاد. ببینید در همین 50 ساله اخیر شاید دو سه تا کشور هست که با انقلاب مثل ایران، مثل رومانی، مثل مصر مثلا حکومت‌ها تغییر کردن. بخش مهمی از گذارها و تغییرات حکومت‌ها مثل لهستان، آلمان شرقی، آفریقای جنوبی، شیلی که همین چند روز پیش یک گام مهم و کیفی دیگه رو به پیش رفت، این موقعی است که توازن گوا، همون جنبش تحول خواهی ملی که آقای قدیانی گفتن، به نفع مردم تغییر میکنه. دیگه نمیخوان حکومت سیاستش رو عوض کنه، میخوان ساختار رو عوض کنن. اینجا این حکومت ها هستن که یا میایستن و تن به انقلاب میدن یا عقب نشینی میکنن و مردم به پیروزی میرسن. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی فعال ملی مذهبی در پاریس، متشکرم از شما و این بخش خبر رو به پایان میبریم. در ادامه بخش‌های خبری امروز به زلزله ازمیر هم و اطلاعات بیشتر از اون خواهیم پرداخت. میرسیم به پایان بخش خبر. ممنون که با ما بودید.